پیام موضوع حجاب رو کاربران از جنبه‌های مختلف و زوایای متفاوت و بنا به رفتارهای حکومت نقد کردند. یکی از موارد اخطارهایی که به صاحبان مشاغل در برخورد با زنان داده شده که از دید کارشناسانی همچون محسن برهانی حقوقدان مبنای قانونی هم نداره. آقای برهانی توییت زده سرتاسر فقه رو زیر رو کنید، محال بتونین دلیلی برای این دو جمله پیدا کنین. یکی اینکه فروشنده نباید به خانم بی حجاب کالا بفروشه. دوم اینکه اگر خانم بی حجابی در فروشگاهی دیده شد اون فروشگاه رو باید بست. نه قانون رو میگه رعایت میکنین، نه شهر رو. متحیرین با چه ادبیاتی با شما سخن بگیم. صحبت‌های منصور عرضی که گفته بود این بی‌حجابی‌ها داره ما رو می‌کشه هم بحث برانگیز شده. آزاده مختاری خبرنگار رکنا در واکنش به این صحبت نوشته بی‌حجابی داره شما رو می‌کشه، فقر و تورم و گرانی داره مردم رو می‌کشه. این تفکر شما و اون درد ملت نشان از فاصله نرخ فهم و نرخ درد داره. علی هم نوشته کسی سراغ داره این مداح حکومتی تو مجلسش طی این مدت نسبت به گرونی، تورم و بلایی که دولت به سر مردم آورده باشه حرفی زده باشه؟ واکنش به مطلب روزنامه کیهان هم یکی دیگه از موارد مربوط به حجاب بوده. روزنامه کیهان نوشته بود تنها عده بسیار کمی از دختران و زنان فریب خورده تن به برداشتن حجاب دادن. تصاویر پخش شده از شبکه‌های فارسی زبان معاند، ساختگی و جعلیه. کاربری نوشته همین که وادار به واکنش شدن و انکار میکنن نشون گستردگی این موضوعه. یا سمیرا که نوشته حاکمان دقیقاً زمانی سقوط میکنن که همه چیزو انکار میکنن و خودشونو گول میزنن. زاویه بعدی که مورد نقد قرار گرفته بحث دوربین ها و برخورد با بی‌حجابی هاست که رادان رو به سخره گرفتن و معتقدن استفاده از دوربین ها بلوف بوده، چون خیلی از شهروندان مرد هم از این پیامک ها دریافت کردند. قربان علی صلواتیان نوشته وارد فرودگاه شدن پیامک تشکر بابت رعایت حجاب اومد، که بسیاری از شهروندان مرد هم از دریافت پیامک های اینچنین خبر دادند. تواناتک با به اشتراک گذاشتن تصویری از پیامک به نظر کاربری اشاره کردی که نوشته ای کاش قبل از بلوف زدن در مورد دوربین های هوشمند طرح حجاب حداقل توانایی تشخیص و تفکیک زن و مرد از طریق سامانه رو داشتید تا پیامک حجاب اجباری رو برای مرد ارسال نکنید. ادعی هم با اشاره با همین مطلب با هشتگ دوربین دوپا بهش واکنش نشون دادن. رضا مظاهر زندانی سیاسی پیشین نوشته رادان درست گفته که دوربینای طرح حجاب و عفاف هیچ خطایی نخواهد داشت، چون در عمل از دوربین های دوپا استفاده می کنن. امروز با موتور وقتی کنار یکی از خروجی های امام علی رد می شدم دیدم یکی ایستاده و داره یه چیزی یادداشت میکنه. ایستادم باهاش چشم تو چشم شدم، ماسک زده بود. آخرین مورد طرح محرم سازیه که خیلی از استتار مدارس دختران ازش نام میبرند. امیر بهروزی وکیل دادگستری در قالب شعر بهش واکنششون داده و معتقد چنین برخوردی به نگاه این افراد نسبت به زنان برمیگرده و این جداسازی ها در کیش ما نیست. و یا کاربر دیگه‌ای با پررنگ کردن تصویر متنی که این پروژه منتشر کرده با کنایه نوشته پنجره رو به مدرسه همسایه‌ها را اگر مسدود کنند منطقی تر نیست؟ بسیاری هم با اشاره به مسمومیت دانش آموزان به این موضوع واکنش نشون دادن، مثل این کاربر که نوشته بچه ها جون سالم از مدرسه بیرون ببرن، لازم نکرده محرم سازی کنید. پیام‌الو با توجه به اظهار نظرهای روزانه از سوی مسئولان حکومتی واکنش های کاربران هم به حجاب ابعاد تازه‌تری به خودش میگیره.